این انبساط جهان یا انبساط عالم شاید یکی از مهمترین دستاوردهای قرن بیستم بوده که فهمیدیم که اگر عالم اینطوری از هم داره دور میشه همه دارن از هم دور میشن پس یک زمانی اینها باید به هم نزدیک میشدن روی یک نقطه میافتادن حدودا گفتیم بین 10 تا 15 میلیارد سال پیش مطمئن نبودیم و گفتم یه کسانی مثل فرد هویل توماس گولد توماس گولد نه گولد هرمن باندی ای اینا بودن اینها 1948 اینها بود که اومدن گفتن که آقا ما مدل تخت رو ارائه بدیم ولی کانتردیکشن داشت مشکل داشت یعنی با این مدل باعث یک سری مشکلات شد ما دیدیم که و توضیح البته یک مدلی رو آوردن توضیح دادن گفتن به خاطر عدم تقارن که ایجاد میشه توی یک همچین مدلی میشه توضیح داد که چرا این جهان میتونه هی جمع بشه هی کانترکت بشه و هی hey, اکسپند بشه ولی یک بیگ بنگی لزومی نداره باشه دو تا روسی هم اومدن این خیلی با است وقتی میگم ایدئولوژی انسان رو به نکبت میکشونه همینه دو تا دانشمند روس هم اومدن اه... م... که اه... something نیکاف و لفشت uh, و نیکاف این دوتا یکی آلست نشون نیست اینها اومدن و یک مدلی ارائه دادن بر اساس همین مدل یونیورس تخت که اه, که گفتن آقا اصلا این کانترکشن به باونس منتهی میشه میجهه یونیورس بسته میشه هی باز میشه بسته میشه تو قسمت های مختلفش های باز میشه و اصلا شده بود کتاب درسی روزها یعنی یه جوری کتاب مقدسشون شده بود چرا برای اینکه در اون دوره میگفتن آقا اگه ما بپذیریم این بیگ بنگو مشکل پیدا میکنیم با این ادیان این ادیان ابراهیمی پس بهتره یه تزراق مدلی بریم که با دین دو... یعنی این هم از یک کاگنیتیو بایس میاد از یک پرایو بلیف میاد از یک uh, در حقیقت قبلگرایی گرایی بلیف یعنی مثلا ما از قبل یک باوری داریم یک اسم این مقالطه یادم رفته یک مقالطه است که ما باورهای گذشتهمون رو به طور مطلق پذیرفتیم حالا بر طبق اونا دیگه به اونا شک نمی کنیم. چون اونا رو داریم هم... ما چون مشخصا پذیرفتیم که بیگ بنگ نباید باشد حالا به هر ترتیبی سعی می‌کنیم که یک مدلی ارائه بدیم یعنی بانگ... اینا تعصب به ضد دینیشون داشتن بله بله یعنی بله، تعص... فکر می‌کردن اگر ما بیگ بنگ رو بپذیریم به مشکل میخوریم با این برای اینکه دینداران داریم این. چقدر عجیب <تصح> <تصح> اصلا عجیب بود و هوکینگز و پنروز این دو مرد بزرگ واقعا دانشمندان مورد علاقه من پنروز عزیز هنوز زنده است البته اینها رفتند اونجا و ثابت کردن که آقا اگر نسبیت عام درست باشه شما نسبیت عام انشتن که میپذیرید اگر این درست باشه با... می شود توضیح داد از طریق ریاضیات یک ریاضیات پیچیده است که جهان باید آغاز داشته باشه حالا یا حداقل تا نزدیک تا پلانک تایم میتونیم بهش نزدیک بشیم و در حقیقت بیگ بنگ به زبان ساده این بود که همه عالم در یک نقطه بوده یک نقطه بی نهایت کوچک و بی نهایت دنس یعنی بی نهایت چگال چگال رو من توضیح بدم برای دوستانی که نمیدونن چگالی یک چیز جرم اون چیز تقسیم بر حجمشه مثلا شما اگر یک حجم داشته باشید از پنبه با یک حجم داشته باشید از آهن اون آهن سنگین تره چون چگال تره و چگالی جهان یک چیزی حدود به ده به توان 93 یا شاید هم بیشتر 94 برابر چگالی آب این یک عددی است که به ذهن انسان در نمیاد که نمیشه فهمید چقدره این قابل فکر کردن نیست فقط همین رو بگم یک ده نوود و سه تا صفر جلوش برابر ارز کنم که من کامنت ها <applause> من رو یه ذره دیسترکت میکنم نه شما کامنت ها رو نخونید این برای بینده های توجه نکنید من بچه ها نظراتشون بیان شده خوبه آه. من الان این آوردم بالا که نبینم کامنت ها و تو این نقطه ای که چگالی تقریبا بینهایت و دمای تقریبا بینهایت و تقریبا یک نقطه بی نهایت کوچک از دل یک همچین چیزی بهش میگیم تکینگی یا سنگلاریتی از دل یک همچین چیزی آماس، آماس، آماسیدن یا همچین منبسط شدن اتفاق افتاده این کلمه بیگ بنگ یه اشکالی هم داره من انفجار بزرگ انفجار بزرگ غلط این انفجار نباید بهش گفت مه بانک خیلی کلمه بهتری بهتره به جاش بجای انفجار بزرگ بگیم مه بانک این مه بانک یعنی چی م... والا بانگ احتمالاً یک بانگ عظیم مه بانک نمی واقعا چرا این رو دکتر ملایری پیشنهاد دادن فکر میکنم و ایشون خیلی فارسی های زی... دقت فارسی یه سال من دارم اگه اگه اصلا... بانگم نکنم بانک هم به معنی صداست دیگه مه بانک یه صدای عظیم بیت. بله بله خب پس اینا جفتش مشکل نداره شما اون موقع که به صدا احتیاج به هوا داره نداره یه احتیاج گاز داره خب ما اون موقع... یعنی این هم بیگ بنگ غلطه هم مه بانک اگه بنگی نمیتونه شاید بانگ رو از بنگ گرفتن گفتن این بنگ رو به بانک تبدیل کنیم مه بانگ است ولی نکته اینجاست که انفجاره دیگه توش نیست انفجار مشکل سازه این کلمه مشکل انفجار سازه. ولی مشکلش کمتر از بنگ نیست برای اینکه بگیم که بجا... اه... به نظر میرسه که انفجار بزرگ از بنگ بزرگ بهتره برای اینکه بنگ معمولا منیش صدا و هیچ صدایی هم نمیتونه داشته باشه اون موقع وقتی که ما هوای نداریم که صدا بخواد داشته باشه ولی انفجار بوده بالاخره انفجار هر چیزی که هر چیز خیلی کوچیکی یه دفعه خیلی بزرگ چیز اینقدر انرژی ازش بیاد بیرون تر, تر... تر... میشه انفجار دیگه نمیشه انفجار اکسپلوژن میخوام بگم نیست اون چیزی که چیزی اکسپلوژن این دوتا با هم فرق میکنه چون فضا خلق شده یعنی اکسپلوژن فضا و زمان با هم شروع به یعنی باز شدن کردن انفلیشن براش درسته یعنی انفلیشن میشه اینجوری باد کردن در حقیقت <applause> خیلی سکسی نیست بگیم the, the big inflation <تصفيق> <تصفيق> آره آره نمیشه البته inflation یه تئوریه که یعنی الان دو مدل میرسم بشن inflation هنوز سرش بحثه و توی نقط... چیزی که مسئله که مهمه من یادم سال اول دانشگاه بودیم توی فیزیک مدرن یکی از زیباترین قسمت اون قسمتی بود که خیلی توی خیلی توی دو دقیقه میشه نشونش داد با یه سری معادله فیزیک که چطور وقتی ما به زمان پلانک میرسیم ده به توان منهای منهای سی و چاره منهای, منهای ثانیه ده به توان منهای چلا هفت ثانیه از زمان از لحظه بیگ بنگ یعنی صفر ممیز چهلا هفت تا صفر بعد یک شما بذارید یک همچین زمان کوچکی از یک ثانیه به میگیم زمان پلانک که چرا از این زمان بخوایم نزدیکتر بشیم تمام فرمول های کوانتوم یعنی قوانین فیزیک ما خورد میشه به هم میریزه دیگه قوانین رو نداریم یعنی از اون لحظه نمیشه نزدیکتر شد خیلی جالبم هست اه، اه، نکته دیگری که باید بهش گفت در موردش اشاره کرد اینه که برای فهمیدن بیگ بنگ ما یک سری شواهد دیگه هم داشتیم که بهش میگفتن کازمیک بکگراند ری یعنی اشع... پرتوهای بکگراند کیهانی بکگراند رو نمیدونم چی ترجمه کردن پرتوی پس, پس زمینه کیهانی یک همچین چیزی این پرتوها از زمان بیگ بنگ در کیهان بودن و با بزرگ شدن عالم اینها هم هستند و وقتی که تلویزیون آنالوگ شما روشن بکنین اون برفک هایی که میبینین همون پرتوهای کیهانیه که تلویزیون میگیره در حقیقت شما دارین در حقیقت شما دارین بیگ بنگ رو میبینید جدی؟ آره خیلی جالبه منطقه شما اگر که بتونید درست اون پرتو رو مپش بکنید به یک یک اسپکتروم خیلی جالب از نور یک طیف نور خیلی جالب میرسیم بهش یعنی این این چیزی که اصلا ما رو همیشه خور میکرده به بزرگترین شو جهان بوده که ما نمیدونستیم دقیقاً کننده ما بوده عملا یعنی <applause> <applause> ما داشتیم یه چیزی رو مشاهده میکردیم که اصلا میلیون ها سال قبل از ما بوده و ما اصلا حالیمون نبوده از بچگی <applause> داریم چی داریم میبینیم یه چیزی که اصلا تمام دنیا رو داره توضیح میداره رو روی صفحه تلویزیون ماست و ما نمیدونستیم ما میگفتیم این چی چیه خراب شد <تصفح> <آی> چقدر جالب <تصفح> این خیلی جالبه و خب یه نکته دیگری که بعد در مورد یعنی انفلیشن یه بخش زیادیش بر اساس همین شواهد جدیدی است که سال 2012 تو قطب جنوب از بک‌گراند رادییشن گرفتن که حالا توضیح میدم ولی یک, یک چیز فیزیک رو اگر ما بخوایم تقسیم بکنیم فیزیک مدرن رو تا قبل از انیشتن واقعا باور بر این بود که فیزیک تمام شد ما دیگه همه چی رو فهمیدیم یعنی با فهمیدن قوانین الکترومغناطیس که مکسول آورد و قوانین الکتریسیته و مغناطیس رو, رو هم انداخت اون قوانین مهم مکسول آورد که واقعا سختترین درس این دوره لیسانس ما هم همون بود همه ازش فراری بودن درس الکترومغناطیس بهش میگفتیم این با توضیح این قوانین الکترومغناطیس و دیگه فیزیک مکانیک نیوتونی رو هم داشتیم ترمودینامیک یا ثرموداینامیکس اون هم رو هم داشتیم که در مورد فشار و دما و اینها صحبت میکنه و گفتیم خب دیگه همه رو داریم دیگه و قوانین موج رو هم داشتیم فیزیک امواج رو هم داشتیم دیگه گفتیم خب همه چی تمام شد تا اینکه یه عده اومدن دو نفر برای مایکلسن مولی این دوتا اومدن و یک آزمایشی ترتیب دادن گفتن خب سرعت نور که 300 هزار کیلومتره قوانین نیوتن رو هم که ما میدونیم که خب هر چیزی مثلا بر طبق قوانین نیوتن اگر شما یک کامیونی دارید که به این طرف داره حرکت میکنه و 100 کیلومتر در ساعت داره میاد حالا اگر یک کامیون دیگه هم با 100 کیلومتر در ساعت داره از این طرف میاد یا با سرعت 200 کیلومتر دارن با هم نزدیک میشن چیز واضحه دیگه 100 کیلومتر از این ور 100 کیلومتر از این ور 200 کیلومتر خب حالا برای همینه که میگن اگر دوتا هد هد وقتی میزنن هدان وقتی به هم میزنن خیلی وحشه به فارسی اصطلاحی داره وقتی دوتا مستقیم میکوبن به هم دیگه اسمش شدم رفت اصطلاح شما یادتونه دو, دو شاخ آره همون کالیژن ولی آره. آره اون خ... بدترین حالتشه چون سرعت ها با هم جمع میشه یعنی شما از عقب عقب یکی بزنی سرعتش مثلا کم میشه اگر این داره مثلا 100 کیلومتر در ساعت اینوری میره شما مثلا 120 کیلومتر در اینوری میرین اگر از پشت بهش بزنین با 20 کیلومتر بهش زدین خیلی عجیب نیست ولی مستقیم به هم بزن اینا قوانین ساده کینماتیکس یا سینماتیک کینماتیکس اف نیوتن اینا اومدن خب گفتن خب سرعت نور 300 هزار کیلومتر نور با سرعت 300 هزار کیلومتر رد میشه حرکت میکنه در ثانیه ما اینو که میدونیم اینو فهمیده بودیم نه فقط نور همه امواج الکترومغناطیس در خلا سرعتشون انقدره حالا بیایم با یک میزی طراحی کردن که این میز میچرخید ما میدونیم که سرعت زمین حرکت گردش زمین حدودا 30 کیلومتر در ثانیه اگه درست بگم حدودا 600 مایل در ساعت به دور خودش حرکت وضعی زمین انقدره و ما تو یک شرایطی این میز رو درست که توضیحش طولانیه و با استفاده از پراش نور که یا بحث دیگه است حالا دیفرکشن بهش میگیم اینا گفتن که خیلی خب ما بیایم اندازه‌گیری بکنیم که وقتی این طرفی زمین میچرخه باید سرعت زمین از سرعت نور کم بشه اگر این طرفی بندازیم باید سرعت نور به سرعت زمین اضافه بشه یه بحث ساده است یعنی مثلا این طرفی باید بشه 300 هزار و 30 کیلومتر اون طرفی باید بشه 299 نو هزار و مثلا 970 کیلومتر مثلا این چیز واضحیه دیگه مدل اینا به هر تر... طرف این میز رو چرخونده سرعت نور 300 هزار کیلومتر مگنه یک ذرم جا البته دقیقا 300 هزار کیلومتر نیست سرعت نور در 299 هزار خورده ای سالا من دارم روندش میکنم به هر طرف این میز رو چرخوندن دیدن آقا نمیشه سرعت نور همین قدر این چه مشکلی است و مونده بودن و تمام فیزیکدانا گیت شده بودن یعنی یک افتضاحی بود سکندال بود واقعا برای فیزیکی جدید که آقا چرا سرعت نور از همه طرف 300 هزار کیلومتره مگه میشه و انیشتنی رو حل کرد 1906 فکر می کنم یا 1904 1906 سه تا مقاله نوشت یکیش مقاله نسبیت خاص هست special relativity اومد گفت آقا تمام قوانین فیزیک رو ما درست در نظر میگیریم در یک دستگاه مختصاتی که شتاب نمیگیره حالا با شتاب گرفتنش کار نداریم اون میشه نسبیت عام ولی در این دستگاه مختصاتی که شتاب نداره همه دستگاه قوانین فیزیک هم درسته سرعت نور همیشه 300 هزار کیلومتره سرعت نور رو نمیتونیم تغییرش بدیم چی رو میتونیم تغییر بدیم زمان رو میتونیم تغییر بدیم یعنی اون چیزی که اساس فیزیک کلاسیک رو به هم یعنی نیوتن اینا یه سری چیزاییه که اصلا قاب... تصورش برای بقیه... غیر ممکنه اینا رو ما فقط بگیم ریاضی داره اینو نشون میده پس ما قبول میکنیم ولی تو مغز کسی هیچ وقت اینا یعنی تصور این که چرا, اینا درسته رو غیر میشه گفت غیر ممکنه درسته یعنی برای من این همیشه خیلی شبیه خیلی عجیب بود که یه چجوری کسایی مثل اینشتین و کسای دیگه با یه خودکار با یه قلم و کاغذ میتونن بیان بشینن و بدون آزمایشگاه و بدون هیچی تمام رازهای جهان رو بیان کشف بکنن مم. چیزهایی که بعدها تو آزمایشگاه و تو تلسکوپ اثبات شده که درست بوده اینا ریاضیشون اینا بدون هیچ آزمایشی فقط با یه خودکار رو با یه قلم و کاغذ تونستن با ریاضی اینا رو پیدا کنن این خیلی اصلا عجیبه یعنی اینا میشه توضیح بدین که چجوری چجوری میشه ریاضی چیزایی رو که اصلا اینا خیلی هم اینا رو نمیتونن باور کنن برای اینکه خیلی سعی میکنن اینا رو بفهمن وقتی که مثلا فیزیک نوینو رو میخونن کتاب های سیفن هاکینگز رو میخونن و اینا رو سعی میکنن که اینا رو بفهمن که چ... با منطق خودشون بفهم توضیح بدن که چرا درسته ولی این غیر ممکنه اینو فقط با ریاضی های خیلی پیشیده میشه توضیح داد که چرا درسته قبول داریم؟ البته ریاضیاتی که انیشتن توی ری... نسبیت خاصش استفاده کرده ریاضیات در حد دبیرستانه اصلا پیش... ریاضیات نسبیت عام میشه که نان لینی داینامیکس ریاضیات غیر غیر خطی استفاده کرده که کورس نسبیت عام ما من خیلی خنده داره مثلا شما تو دانشگاه سی جلسه میرید دیگه این سی جلسه ما 27 یا 28 جلسهش فقط ریاضی بود اصلا نسبیت نبود 28 جلسه ما ریاضیات نان لینیر یاد گرفتیم دو جلسه هم نسبیت به ما درس دادن <تص> نسبیت عام بود که خیلی پیچیده تر ولی تو نسبیت خاص واقعیتش اینه که یه فرمول ساده است شما زمان شخص متحر... شخص ثابت مساوی با رادیکال حالا من نمیتونم الان بنویسم رادیکال یک منهای زمان متحرک به روی زمان نور هر دوشون به توان دو یعنی 1 v سکوت او c سکوت حالا هر چقدر زمان سرعت شما بیشتر بشه به سرعت نور نزدیکتر بشه اون عدده هی گنده تر میشه از یک شما کم میشه ریشه یک من های عدد گنده هم هی کم, تر... کم, کم... کم یک عدد بزرگی میشه کم کم زمان ثابت زمان شخص ثابت با زمان شخص متحرک هی با هم تغییر میکنن کل داستان اینه که نیوتن انیشتین گفت آقا شما هرچی سرعتت زیادتر بشه زمان برات کوتاه بله ببخشید ولی من این نتیجهش خیلی ریاضی ریاضیش ساده است ای, ای, ای مساوی ام سی به توان خیلی اونم خیلی ریاضی ساده ایه ولی اثباتش ریاضی پیچیده نه اثباتش هم اثباتش هم ساده است اثباتش هم معادلات لورنسه. لورنس یعنی از معادلات گالیله و لورنس استفاده کرد انیشتن اثباتش توی یه کتاب فیزیک که حالا من کتاب ها رو بردم یعنی من الان به شما حالا یعنی یه کتاب فیزیکی یکی از کتاب های فیزیک مثلا سال اول دانشگاه است و من از اینا یه هفشتایی دارم هالیدی فیزیک هالیدی یکی از اینه تو یه فصل براتون اثباتش توضیح میده آره آه، و خی... نسبیت خاص خیلی سخت نیست <applause> میشه فهمید چرا مهم اون مدلی فکر کردن است یعنی انیشتن تونست جور دیگری فکر کنه میفکنه کنه آقا ما یه چیزی رو که ثابت در نظر گرفته بودیم که زمانه زمان رو همه ثابت یعنی شما به عقل جور در نمیاد که زمان من با زمان کسی که داره مثلا توی گاری رد میشه فرق میکنه ولی واقعا فرق میکنه یا زمان من با زمان کسی که داره میدو فرق میکنه چون انقدر این تفاوت جزئی است و انقدر ناچیزه که ما حسش نمیکنیم به عقلمون هم یعنی عقل سلیم مشکل یک مشکل خیلی جدی که وجود داره بین علم و ثیولوژی یا الهیات اینه که الهی دانان فکر میکنن از عقل سلیم استفاده کردن یک روشی است که میشه ازش استفاده کرد آقا عقل سلیم به ما اینو میگه بعد بهش گفت دوستان عقل سلیم تقریبا در همه موارد تو فیزیک مدرن خلاف واقعیت رو به ما میگه اصلا, <تص> <تص> اصلا مغز ما به گونه ای فرگشت نیافته چشم ما از حواس ما که قرار باشه کوانتوم فیزیک رو به ما نشون بده ما برای فهمیدن فیزیک کوانتومی برای فهمیدن نسبیت برای فهمیدن اینکه جهان فضای خالی است که واقعا جهان فضای خالی است و این من کل بدن من و این خونه همه چی فضای خالیه ما می سالید میبینیمش ولی واقعا فضای خالی ماده فضای خالی است اینها رو ما یاد نگرفتیم که اولوشن به ما اینها رو یاد نده فقط به ما یاد داده چجوری آتیش روشن کنیم هم. چجوری... لازم نداشتیم اینا رو بیده. بله دقیقا ما خواستیم زنده بمونیم و برای همین عقل سلیم رو نباید بهش خیلی اکتفا کرد و انیشتن تونست یه جور دیگری فکر کنه به این فکر میکرد که آقا من اگر بالای یه قطار باشم و یک ای رو بندازم و قطار داره با این سرعت میره چرا میره برای یک ناظری که بیرون وایستاده چطور میشه که سرعت نور هم برای من سی هزار کیلومتر باشه هم برای اون حتی به جایی میرسه حتی به جایی میرسه این تئوری که شما یه فوتون از این طرف و یک فوتون از این طرف این سی هزار کیلومتر در ثانیه است اینم با سی هزار کیلومتر داره نزدیک میشه چه برای خود اون فوتونی که داره اونجا حرکت میکنه البته برای خود فوتون که زمان صفره ولی فرض رو این میذاریم که یه کسی با اون فوتونه داره حرکت میکنه چه برای اون چه برای ناظری که بیرون وایساده همه این سرعت ها 300 هزار تاست یعنی یه کسی که بیرون وایساده داره نگاه میکنه قاعدش اینه که اینجوری ببینید ببینید دو تا فوتون دارن با 600 هزار کیلومتر در ثانیه به هم نزدیک میشن ولی اون ام. هم 300 هزار کیلومتر میبینه من این, هم این هم هنوز, هنوز تو مغز من نمی گنجه که چجوری این ممکنه <تص> <تص> شما که تو شما که ریاضیشو میدونید خب ام. آیا بدون ریاضی میتونین تو مغز شما شما میتونید تصور کنید که این چه درسته یا اینکه شما فقط میتونید بدون ریاضی تقریبا آره من حتی تصوری از نسبیت عام نیشتانم دارم از خم شدن فضا اون سختره <تصفح> الان یه توضیحی میدم چرا ولی قبل از اینکه اونو بگم اینه که اگر سالها خیلی طولانی به این قضیه فکر بکنید و در جوانبش بخونید مثلا در باب زمان در باب کوانتوم <applause> فیزیک <applause> در باب نسبیت مثلا هر چی شما بیشتر میخونید و بیشتر فکر میکنید آه. یک تصور خیلی پیچیده ای از زمان و بعد چهارم میشه داشت آه. یه مقدار پیچیده است ولی تا حدودی آدم میتونه بفهمه که زمان مکان چیه ولی ول... اینجا وله. نه ببخشید ولی آیا واقعا تصور وا... چیزی که تا اتفاق میفته یا فقط با مثال زدن به یه سری چیزایی که سادهش میکنه یعنی واقعا تصور اون واقعیت نیست یعنی هی میای مثال میزنی مثل اینه مثل اونه که یه مثل یعنی با تمثیل و اینا داریم سعی میکنیم بفهمیمش ولی خود موضوع رو نمیشه تصور کرد نسبیت خاص رو به نظرم که راحتتر میشه نسبیت عام رو با شما موافقم که خم شدن فضا به این راحتی نمیشه تصورش کرد اما وقتی نتیجه آزمایش های مختلف رو بهش فکر میکنید و بعد به صورت انتظاعی توی ذهنتون به فضا فکر میکنید و به زمان خیلی باید انتظاعیش کنید تا حدی حد قابل لمس میشه نمیگم قابل ها. فهمه چون ما به هر حال سه بعدی فکر میکنیم ما نمیتونیم چهار بعدی فکر کنیم درست،, درست. یعنی اینطوری دیزاین نشدیم ولی به صورت متافورگونه و استعارگونه میشه یک تصوری ازش داشت به نظرم خیلی خیلی هم پیچیده است خیلی تصور پیچیده غیر قابل بیان است یعنی زبان اه. کافی نیست برای بیان مثل ری... تصور این دوستان مسیحی که میگن آقا من تجربه شخصی از خدا دارم میگه آقا خب این تجربه چیه بگو ببینیم دیگه نمیتونم بگم مال خودم خب ما زبان نداریم برای اینا ولی ریاضی داری داریم برای بله ریا دقیقا ار... ریاضی داریم ار... ار... براش اونا نه زبان دارن نه ریاضی ما حداقل زبان نداریم برای تو اینا ولی ریاضی رو داریم برای تو کاملا کاملا من آقا، یک تصوری از اوربیتال دارم از ابر الکترونی دارم که دور یک اتمه ریاضیاتش هم دارم بد نشون بدم جی جی تامسون هم ثابت کرده که چیزی به الکترون وجود داره این یهوه شما چیه کجاست چیزی که بیرون از این جهان چیه داستان چیزی براش نیست در باب نسبیت خاص چیزی که میشه گفت اینه که شما قانون نیوتون این بود که سرعت یعنی فاصله تقسیم بر زمان یعنی distance یا displacement جابجایی در حقیقت جابجایی تقسیم بر زمان شما از اینجا تا سر کوچه رفتید 100 متر راه بوده این رو در 5 ثانیه رفتین صد متر رو تقسیم بر پنج میکنیم میشه 20 متر اوه البته این سرعت زیادیه بگیم صد متر رو مثلا در, در سی ثانیه رفتین یعنی میشه ده به سه میشه حدودا مثلا سه و سه دهم متر در ثانیه شما را رفتین این, تص... این درک ساده سرعت حالا اگر ما زمان رو تغییر بدیم زمان تغییر بکنه ولی سرعت ثابت باشه چه اتفاق می ببخشید زمان تغییر بکنه و ولی سرعت ثابت باشه چه اتفاق میفته مکان باید یا کش بیاد یا باید, ش... یا باید فشرده بشه میدونید منظورم چیه اون چیزی که ما تغییرش میدیم توی حالت عادی مکانه میگیم 100 متر ولی تو نسبیت خاص مکان برای ما یا کم میشه کوچیک میشه یا... یا زیاد میشه برای اینکه سرعت رو اون بر ثابت گرفتی ولی تو فیزیک نیوتونی سرعت ثابت نیست سرعت چیزی که میتونی ولی وقتی سرعت رو 300 هزار کیلومتر ثابت بگیری چیزی که باید دستش بزنی زمانه یه فاکتوری به نام لمداست که حالا گاما ببخشید ب...